به نام خدا. سلام، تا حالا فکر کردین که چه منابعی رو باید بخونین تا شاعر بشین؟ از چه کتابایی باید استفاده کنین؟ این کتابا رو از کجا باید تهیه کنین؟ شاعرها چه منابعی خوندن شاعر شدن؟ یا منابع اصلا شعر گفتن چیه؟ چه جوری میشه که آموزش دید و بتونستی که شعر گفت؟ ببین، اینجا اومدم به شما کتابهایی رو که شاعرها باید بخونن تا زودتر شاعر بشن بهتون معرفی میکنم. این کتابا رو اغلبشون رو خوندم، بعضیشون هم چند صفحه بیشتر نخوندم و اینا رو آوردم دونه دونه براتون معرفی میکنم. علیرضا نصیری خانقاه هستم، شاعر و نویسنده. اگه از این نوع کلیپ خوشتون میاد و تا حالا کانال من دنبال نکردی، کانال من سابسکرایب کنید، این دکمه زنگوله هم بزنید تا از ویدیوهای من با خبر بشین. اولین کتابی که من در زمینه شعر خوندم کتاب از مقدمه ها بوده، که این کتاب از مقدمه ها مال حسین جنتیه. حتی کتابشو ندارم بهتون الان نشون بدم، ولی این یه کتاب خیلی خوب در زمینه تختی شعر. ببین، کتابای تختی شعر زیاده. مثلا دکتر شمیسا کتاب گفته، حالا بهتون معرفی میکنم. بعد از روزنه ها هستش، مثلا دکتر اینا کتابایی هستش که در زمینه شعر هستش و تختی و عروس هستش. ولی از مقدمه ها ساده ترین شکل ممکنه. یعنی بعد از اینکه من اومدم چیکار کردم، کتاب دکتر شمیسا رو خوندم، واقعا متوجه نشدم، خیلی اذیت شدم. ولی مثلا من یه دوستی دارم اسم شهریاره، این شاعر غزل سرا، میگه من یک بار کتاب شمیسا رو خوندم فهمیدم، ولی من واقعا کتاب شمیسا رو دفعه اول که خوندم متوجه نشدم. بعد کتاب دکتر شهری رو خوندم که اونم باز نسبتا متوجه شدم، بهتر بود ولی کامل متوجه نشدم. ولی اومدم چیکار کردم؟ از مقدمه ها رو خوندم. حسین جنتی میاد روش تختی کردن شعر رو خیلی کلاسیک و خیلی هنرمندانه به زبان ساده مطرح میکنه. دومین کتاب که من اومدم روش کار کردم تار و پود بود. این کتاب تار و پود که همینجوری که تصویر شما میبینی، این کتاب من دارم، کتاب خیلی روان و ساده‌ای هستش که میاد چیکار میکنه؟ میاد چیستی شعر و الهام شعر و آشنایی با اصطلاحات و سبکا و مباحث بنیادی و باستان‌گرایی اینا رو معرفی میکنه. صورت شعر رو بعد تشبیه و سیرت و استعاره رو معرفی میکنه. این کتاب تقریبا 500 صفحه هستش که سید مهدی موسوی، که عکسش رو اینجا براتون زدم و پشت کتابم عکسش هستش، میبینی. این کتاب تار و پود کتاب خیلی خوبیه. من هنوزم که هنوز از این کتاب تار و پود استفاده میکنم، هنوزم میخونم. فوق العاده کتاب مناسبیه برای آموزش شعر. کتاب بعدی که میخوام خدمتتون بگم روزنه هاست. کتاب روزنه ها مال محمد کاظم کاظمیه، یا استاد کاظمی خودمونه. این کتاب روزنه ها خیلی کتاب خوبیه. الان اینجا تصویر کتاب روزنه ها را براتون میارم که ببینیم. محمد کاظم کاظمی یک شاعر به شدت قابل، یه استاد به تمام معنای، منتقد ادبی فوق العاده هستش که کتاب روزنه ها رو نوشته. شعر چیست و صور خیال و صورت ها و زبان شعر و موسیقی در شعر و بعد قالب های شعر و عناصر شعر و اینا رو اومده بهتون میگه. البته تو تار و پود و کتاب روزنه ها در مورد تختی و ارکان شعر زیاد صحبت نمی کنه. بقیه ارکان شعر داخل این دوتا هستش که میتونی شما ببینید. کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم در واقع کتاب آشنایی با عروض قافیه هستش که مال دکتر محمد شهری هستش. ولی ببین، من شمیسا رو نداشتم بهتون نشون بدم، فقط کتاب دکتر شهری رو میارم بهتون نشون بدم. کتاب دکتر شهری هستش. این کتابم کتاب خوبیه. راهی ساده در فراگیری وزن و قافیه در شعر. اول از مقدمه ها رو بخونی، بعد بیاین بریم به نظر من رو کتاب مثلا دکتر شهری یا دکتر شمیسا، چون مقدمه ها خیلی ساده گفته. ببین مثلا کلیات و تعریف ها رو گفته، بهرا رو گفته، مقدمات رو گفته، تعریف وزن رو گفته، بهرهای مختلف و ارکان رو گفته، بهر مضارع، بهر خفیف، اینا بهر غریب توضیح داده، وزن شعر نیمایی رو گفته، بهر رمل نیمایی، بهر هزج نیمایی، بعد بهر طویل فارسی در مباحث عروضی رو گفته، فن قافیه در شعر رو قافیه رو خیلی خوب توضیح داده، کامل اینا رو اومده گفته و بعد عیوب قافیه رو گفته. حالا ایشالا سر فرصت‌های بعدی که وقت شد و اگر خواستم که بهتون عروض رو توضیح بدم، اینا رو همه کامل توضیح میدم. کتاب دکتر شهری هم خیلی کتاب خوبی. بعد از اون کتاب دکتر شهری میخوام یه کتاب فوق‌العاده بهتون معرفی کنم. ببین، من یه بار جلسه شعر شرکت کرده بودم، دکتر مصلحی یک شعری خوندم،
برای دکتر مصلحی. دکتر مصلحی بعد از اینکه شعر من خوندم و تو اون جلسه شعر دکتر مصلحی اومد در مورد شعر توضیح داد، یه پیشنهاد داد به من. البته این مال خیلی قبل وقت پیشه ها، اومد پیشنهاد داد گفت یه کتابی هست به نام کوتاه‌سرایی سیروس نوذری، این کتاب رو بخون، این فوق‌العاده در زمینه کوتاه‌سرایی کمکت میکنه. البته من شاعر کوتاه‌سرا هستم، من شعر سفید کوتاه میگم، خب حالا یا قالب هایکو یا سبکو یا مثلا تر و یا قالب های مختلفی دیگه که من میگم، ولی من شاعر کوتاه سرایی هستم. این کتاب فوق العاده به من کمک کرد، حتی تو بخش ربایی، این کتاب تو بخش رباعیاتش هم که من خوندم کمکم کرد که بهتر قشنگتر ربایی بگم. حتی خیلی وقتی که دیگه ربایی نمیگم، تمرکزم به صورت تخصصی رو شعر کوتاه هستش، ولی خب این فوق العاده است. ببین حتی اگه ببینید من تو کتاب کامنت های مختلفی گذاشتم که میتونید مثلا ببینید. این کتاب از بخشای تشکیل شده که اول میاد شعر خسروانی رو میگه، بعد قالبای سنتی تو شعر کوتاه معاصر رو میگه، بعد شعر کوتاه و شعرهای نیمایی رو مطرح میکنه، شعرهای شعر کوتاه رو یه مقدار معرفی میکنه، جریان شعر کوتاه رو کامل بهمون میگه، هایکو رو میگه، عوامل گسترش هایکو رو میگه و بعد شعرهای کوتاه‌سرایی و بعد ژانر کوتاه و بعدم که شعرهای کوتاه تو وبلاگ ها رو میگه، شعرهای کوتاه و جای دیگر رو میگه، اینا رو دونه دونه بررسی میکنه، شعرها رو بررسی میکنه. این کتاب کوتاه‌سرایی فوق العاده است کسایی که میخوان شعر کوتاه بگن. ببین تخصص خودم شعر کوتاه، من شعر کوتاه چیزایی که براتون مطرح میکنم در قالب شعر کوتاه هستش بیشتر رو، ولی این کتاب فوق العاده در قالب شعر کوتاه هستش. کتاب بعدی که من شعر کوتاه خواستم کار بکنم، یکی از قالبایی که همیشه دوست داشتم کار بکنم، شعر طرح. شعر طرح برای من فوق العاده. من با استفاده از شعر طرح چیکار میکنم؟ خیلی فضای متفاوتی رو میگم. خب ابداع کننده شعر طرح نیما سیگه، نیما شیش ابداع، یکی از ابداعات شعر طرح. من دنبال یک کتاب میگشتم برای شعر طرح که با این کتاب آشنا شدم، عقاب درون قاب. این کتاب عقاب درون قاب یک کتاب خیلی فوق العاده است. شعر طرح از ساختار تا محتوا، دکتر شیرزاد طایفی، سپیده محمدی خواه. ببین من مقالات زیادی خونده بودم در مورد شعر طرح، ولی تا حالا هیچ کدومش رو تو قالب یک کتاب ندیده بودم. حالا من این کتاب شعر عقاب درون قاب رو بهتون معرفی میکنم، این کتابش هستش. البته که خریدن کتاب عقاب درون قاب یه مقدار کار سختیه ها، باید زنگ بزنگ ناشر براتون پست کنه. من که زنگ زدم ناشر برام پست کرد. شعر کوتاه‌سرایی یعنی این کتابم که این کتابم از دیجیکالا خریده بودم، این کتابم از دیجیکالا خریده بودم، ولی خب تو شهر بگردین هستش دیگه، دیجیکالا من دیگه ناتمام زده، یعنی تموم شده. اگر میخواین خب از دیجیکالا بریم درخواست بدیم براتون بیاره. کتابای دیگه هم که طالبتون معرفی کردم، رضا کاظم کاظمی و مال دکتر شهری هم دیگه توی کتاب فروشی ها پیدا میشه. عقاب درون قاب این کتاب میاد اول شعرهای کوتاه پارسی رو میگه، بعد شعرهای کوتاه هایکو رو میگه، شعر طرح رو مطرح میکنه، ویژگی‌های شعر طرح رو میگه، مشاهیر شعر طرح رو قشنگ مفصلا میگه، عناصر شعری در طرح ترانک و زبان در شعر طرح رو میگه، خیلی جالبه، شکل و ساختار شعر طرح میگه، صور خیال در شعر طرح رو میگه و محتوا در شعر طرح رو تو فصل بعدیش میگه و خیلی جالب دونه دونه اینا رو مطرح کرده. برای اینکه شما یاد بگیرین چطوری شعر طرح بگین، این کتاب فوق‌العاده ترین کتابیه که من تا حالا دیدم و خوندم. این کتاب عجیب کتابیه، دست نویسندش درد نکنه، فوق‌العاده. انقدر این کتاب به من کمک کرد که حد نداره. کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم، زمانیه که من اومدم شعر طرح رو شروع کرده بودم، شعرها رو به حد قابل قبول رسونده بودم، شعرام از 70% به بالا بود سطحش، بعد فرستادم برای استاد شکارسری. استاد شکارسری برگشت برای من تیه یک مطلبی خیلی مفصلن برای من اینو توضیح داد که خیلی خب حالا باید تو شعر رو چیکار کنی، یه سری تزیناتی بهش اضافه کنی. بعد من دنبال تزینات شعر میگشتم و به این نتیجه رسیدم که بهترین کتابی که هستش که ایشون خودش هم معرفی کرده و زایش مرگ متن. حالا من زایش مرگ متن یک رو خوندم ها، ولی ندارمش، از کتابخونه آسان قص گرفتم. من دو و سه رو تونستم تهیه کنم. حالا استاد شکارسری اگه یک کش رو چاپ کرد در اختیار عموم، چاپ مجدد در اختیار عموم بذاره که فوق العاده است. ببین زایش مرگ متن دو و سه، یک و دو و سه، در واقع این کتابا میاد چه اتفاقی میفته، شعر رو تحلیل میکنه. وقتی که من تحلیل های استاد شکارسری رو میخوندم،
خب بعضی از تحلیل‌ها رو که میدونستم و میخوندم میرفتم، بعضیش رو که نمیدونستم حالا یا از خودش میپرسیدم یا اینکه میرفتم مطالعه میکردم. سواد شعری آدم رو به صورت خیلی پرفشنال میبره بالا. مثلا یه شعری میخونه میگه آقا این چجوریه، فضاش چطوری، محتواش چطوری، چطوری این محتوا گفته، چرا به این نتیجه رسیده شاعر. فوق‌العاده این کتاب، فوق‌العاده تو مراحل بعدی سواد شعریتون رو میبره بالا. این کتاب فوق‌العاده ایه. زایش مرگ متن یا زایش مرگ های متن 1، 2 و 3، این سه تا کتاب رو فوق‌العاده است بخونین. کاش استاد من یه بار دیدم که فکر کنم رو 4ش هم داره کار میکنه. این کتاب فوق‌العاده ترین کتابی هستش که شما میتونید تو زمینه نقد شعر خونید. یه شعر رو میخونه، یکی از شعرهای مثلا یه استادی رو میخونه، یه شاعر رو میخونه، بعد از اینکه شعر میخونه شروع میکنه به تحلیل، اجزای تحلیل، مثلا دال به مدلول، خیلی تحلیلای جالبی داره. بعد مثلا من خیلی از تحلیلاش رو نمیدونستم، دونه دونه یه دفترچه برداشتم گفتم آقا استاد چکارستن اینجا این یعنی چی. بعد رفتم دنبالش، این مدام تحقیق کردم و به نتیجه رسیدم. کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم شعر چگونه ساخته میشوده، مایاکوفسکی رو دیگه بعد خیلی ها بشناسن دیگه، اصلا معرف حضور هستش. این مایاکوفسکی بیشتر تو کتاب ابر شلوارپوش ازش اسم میبرن، ولی خب اینجا یک کتابی هستش که نوشته شعر چگونه ساخته میشود، ولادیمیر مایاکوفسکی. این کتاب رو هم عکسش رو اینجا گذاشتم بهتون نشون میدم. این کتاب فوق‌العاده است، از چند حیث دارم بهتون معرفی میکنم. اول با ساختار شعری که مایاکوفسکی میگه ما رو آشنا میکنه. دوم یه تجربه است که با ساختار شعر کشور خارجی آشنا بشه. سوم که این شعر فوق‌العاده بعضی جاها به من الهام داد. خیلی فوق‌العاده است. این کتاب رو حتما جز کتابایی که باید بخونیم بذارید. این کتاب فوق‌العاده استش که میتونیم به نتیجه‌های خیلی خوبی با استفاده از این کتاب برسیم. کتاب بعدی کتابی که اوایل من زمانی که شعر کوتاه رو شروع کرده بودم میخوندمش، بعد رشد و پیشرفتم و با این کتاب میسنجیدم. این موسیقی تو شعر، این موسیقی شعر شفیع کتکنی، استاد کتکنی، فوق‌العاده کتاب. من بیشتر اوقات زمانی که شعر کوتاه رو میگفتم با این کتاب پیشرفتم چک میکردم. اوایل خب کتاب دیگه نبود، من دیگه نمیدونستم کتاب دیگه است، از این کتاب استفاده میکردم. کتاب فوق‌العاده ای که میاد موسیقی شعر میگه، حتی یه ذره سطحش بالاست، ولی بخونینش به خاطر اینکه بخونین، هر جام نمیدونستین یا بپرسین یا تحقیق کنین در مورد کتاب. کتاب فوق‌العاده هستش موسیقیش. لازم به توضیح نیست در موردش. میخواستم یه چیز در مورد این کتاب براتون بگم از داخل کتاب، دیگه پشیمون شدم، ولی این کتاب فوق‌العاده است، این کتاب رو حتما بخونین. بعد از یه مدتی که من اومدم روی شعر کار کردم و اینا رو خوندم، یه دفعه دیدم خانم دکتر کردبچه اومده یه کتابی گذاشته به نام زبان شعر امروز تو سجل. این کتاب پیدا کردنش فوق‌العاده کتاب سختی. اینم مجبور شدم زنگ بزنم ناشر برام هم بفرسته. البته یه مدت هم دیجیکالا میفروخته ها. حالا اگه میخواین نمیدونم دیجیکالا رو چک بکنیم، ولی خب من به ناشر زنگ زدم خریدم. این کتاب میاد دنیای واژه‌ها، ساختار نحوی، نمایش شعر، موسیقی شعر میگه. بسیار این کتاب فوق‌العاده است تو زمینه یادگیریش. البته من همه‌شو نخوندم، خیلی زیاد بود برای من، ذره ذره گذاشتم تو برنامه نخوندم. این کتاب رو شما دونه دونه بخونین، با دنیای واژه‌ها آشنا بشین، با واژه‌سازی آشنا بشین. زبان نحوی هستش، یه ساختار نحوی رو بهم میگه و نمایش شعر هم که هستش، که اینجا نمایش شعر هم هستش. بذارید من اینا رو اینجا بذارم. خب مثلا این کتاب نمایش شعر یا موسیقی شعر، حرف گرایی رو میاد، شعر دیداری تجسمی، واژه شناسی، شعر نمایش، یادداشت نمایشی شعر، وجه های مشبه، وجه تشبیه، اینا رو دونه دونه صور خیال شعر رو میگه. صور خیال شعر میگه ترکیب بر روی محور همنشینی و مجاز مرسل و کنایه و ایهام و اینا رو دونه دونه توضیح میده. توی کتاب شماره 2 خانم کردبچه، دکتر کردبچه میاد از قاعده کلی نحوی حرف میزنه، فعل رو میگه، زمایه رو میگه، حروف رو میگه، اینها رو دونه دونه ماشالله به شدت رو اینا کار کرد و اومده انجام شده. حالا یه جای شنیدم رساله دکتراست این که تبدیل به کتاب کرده، من خودم رساله فوق لیسانس هم تبدیل به کتاب کرد. این کار فوق العاده است، از ایشون من سپاسگزارم. همینجا خیلی کتاب فوق العاده ای رو داده بیرون.
اینم که جلد اول کتابشه که میاد چیکار میکنه، واژگان رو میگه، اصطلاحات ادبی، اصطلاحات موسیقیایی، واژگان بومی و کهن و واژه سازی رو اصلا میگه. ببین واژه سازی، من تو شعرم خیلی از واژه سازی استفاده میکنم. مثلا این شعری دارم که خیلی دوستش دارم، گفت جدایی تقدیر است و من تفنگم را روی شقیقه‌ام میگذارم، تقدیر شد برای آمدن. به این واژه سازی خب خیلی کار مهمیه تو شعر. من بازی واژگان رو خیلی تو شعر دوست دارم. مثلا قواعد شعر موسیقی امروز و قواعد افزایی رو میگه و توازن رو میگه و توازن نحوی میگه. این که سه تا کتاب خانم کرد بچه، سرجم بهتون میگم یه کتاب فوق‌العاده‌ای هستش که برای آموزش و یادگیری. من اینجا از خانم کرد بچه سپاسگزارم. بعد کتاب بعدی، من بعد از این که اومدم رو شعر کار کردم، رو شعر هایکو کار کردم. هایکو رو میدونی تو کتاب کوته سرایی ایرج نوذری اومد تو ذهنم انداخت که کار کنم. تو اجازه بدین، ببخشید، سیروس نوذری. تو کتاب کوته سرایی سیروس نوذری اومده در مورد هایکو توضیح داده. خیلی خوب، این کتاب بچه فوق العاده است و توش من تمام رفرنس هایی که این کتاب معرفی کرده رو خریدم و در موردش مطالعه کردم. تمام رفرنس هایی که این کتاب معرفی کرده رو خوندم. حالا بعدا در مورد یک دو تا رفرنس هاش صحبت میکنیم که فوق العاده. حالا این کتاب رو میبینیم در مورد هایکو صحبت کردیم. اومده کتاب بعدی که معرفی کرده هایکو، شعر ژاپنی از آغاز تا به امروز. این کتاب اومده شرح هایکو رو خیلی خوب از زبان احمد شاملو پاشایی اومده مطرح کرده که حتی این دوتا مثلا فلسفه زن و هایکو رو نوشته، شعر ژاپنی پیش از باشو. اینا فهرستایی هستن که باشو، بوسون، ایسا، شیکی، اینا شاعرها هستن که البته من کتاب شعر مجزا اینا رو دونه دونه پیدا کردم، خریدم، خوندم. اصلا تو زمینه مثلا شعر هایکو برای خوندنش، مثلا هایکو از یک پدر مادر هستم، کتاب زیادی از هایکو خوندم که خیلی مفید هستن، ولی این کتاب اولی و ابتدایی ترین شعر که هستش که در زمینه هایکو باید بخونیم. کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم در واقع مثلا کتاب شعر، کتاب آموزش نیستا. ببین علیرضا آذر اومده و مشهد کلاس شعر داشت. من یکی از شعرام برای علیرضا آذر خوندم. شعر اینطوری بود: اسمت را در روزنامه ها چاپ کردم، خیلی زود صاحبت پیدا شد. علیرضا آذر گفت این یه کاریکاتور موتور خیلی قشنگه. کاریکاتور موتور رو گفت برو در مورد کاریکاتور موتور بخون. من اومدم در مورد کاریکاتور موتور خوندم که آقا این مال پرویز شاپور بوده و خلاصه احمد شاملو این اسمو گذاشته روش و تاریخچه کاریکاتور موتور و نحوه ایجادش اینا رو خوندم. یکی از چیزایی که توی این مسیر خیلی به چشمم خورد، خیلی خوشم اومد، کتاب این کتاب قلبم رو با قلبت میزان میکنه. پرویز کاریکاتور موتور، پرویز شاپور. این خیلی کتاب قشنگی و کاریکاتور موتور خیلی خوبی داره از پرویز شاپور. مثلا نگاه کن: در شیشه عمرم بستری شدم، خوشسالی اقیانوس را زیر آب کرد، قطرات باران با موزیک ناودون می‌رقصند، زمان لحظه به لحظه می‌میرد. ببین این کتاب کمکم کرد که صور خیالم و خیالم رو رشد بدم تا اینکه بتونم به یه جای خیلی خوبی برسم. شما این چند تا مجموعه کتاب رو که بهتون معرفی کردم که یک بار از اول مرورش میکنم رو، این مجموعه کتاب رو یه بار از اول مرورش میکنم رو حتما باید بخونید. از مقدمه ها، تار و پود، روزنه، بعد کتاب عروض راهای ساده در فراگیری وزن قافی در شعر فارسی دکتر شهری، کتاب کوته سرایی هستش، عقاب در نقاب، کتاب زایش مرگ مت، کتابی که مال مایکوفسکی هستش، موسیقی شعر، زبان شعر امروز، هایکو، و کتاب آخر قلبم رو با قلبت میزان میکنم. شما این کتاب ها رو بخونید، سطح سواد شعرتون یهو رشد پیدا میکنه. خیلی کتاب های عالی هستش، میتونید راحت تر شعر بگیرید و یه درجه بالای از شعر برسید. خب میخوام شما رو به خدای بزرگ بسپارم. اما قبل از این که شما رو به خدای بزرگ بسپارم، اگر از این نوع کلیپ خوشتون اومد و منو تا حالا سابسکرایب نکردید، لطفا روی سابسکرایب کلیک کنید، دکمه زنگوله هم بزنید، لایک بکنید کلیپ منو، و اگر سوالی دارین در کامنت بپرسین تا در اسرع وقت جواب سوالاتتون رو بدم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شاعرای عزیز. خدا نگهدار.